از تهیلیم راجع به تفیلای 2 دقیقه صحبت کنیم یا بیشتر. اولا ببینم مثلا شما فالو میکنید بعدا ما مثلا گفتیم ما سوار هواپیما میشیم، گویما هم سوار هواپیما میشن، ما تفیلات درخ میخونیم اونا نمیخونن، فرقش چیه؟ زخوت ما کم نمیشه. یه چیز خیلی، ببین دو تا چیز خیلی مهم راجع به تفیلا. یکی اولا اینه که whatever you get through تفیلا is for free. Right? آدم کسی که ببین هر چیزی که آدم تو زندگی هر محبت که ازش میگیره it comes with the price. از زخویتش کم میشه. همه هم زخویت دارن. همه زخویت دارن. یه بیدین ترین آدم هم میدونی یه صبح خیلی به کسی میگه، کسی کمک میکنه، صدقا میده، این میده، اون میکنه، هر کسی زخویات داره، مریتس داره و مرتب همه محبات که تو زندگی میگیره nothing comes for free, everything has a price. از اون حسابش کم میشه. منتها هر چیزی که آدم از طریق تفیلا میگیره این مجانی، یعنی این به زخویات تفیلا هست، از زخویاتش کم میشه. پس بنابراین تو هواپیما اون کسی که تفیلت در درخ میخونه حساب پسندازش دست نخورده میمونه. اون کسی که تفیلت در درخ نمیخونه و به سلامت به مقصد میرسه اون for sure از زخویتش کم میشه. بله، چون everything comes with a price, nothing is for free. این دنیا یه هتل خیلی 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 گرونه، هر لیوان آب، هر اینا everything عشان مفتی به ایشکی چی نمیده، هیچکی، نه گویم نه اسرائیل، nobody gets for free. هر چیزی که آدم با تفیلا با برخا میگیره اون از حسابش کم نمیشه. This is first. Okay؟ هر خودتون تفیلاش ببینید، میخواید تفیلا بخونید یا نه؟ اگه زخوت زیاد دارین که don't worry about it. Right؟ این یکی. این رجوع صحبت کرده. حالا امروز فهم تو کنیسا ببخشید، حتما تفیلا بخونن یا تشکر زبونی هم کسی بکنه از خودمونم قبوله. شو نه ببینید تفیلا، ببینید تشکر شکر نعمت، نعمتت افزون کند. فقط تفیلا نبوده، شکر هم تفیلا هست. تفیلا چی؟ تفیلا is appreciation و the main thing is to be acknowledged که اینا برخواهی که هشم امامیده هست. هر چیزی، هر نفسی شکر. این یک چقدر میگن 10-15 دقیقه بعدی که راه میفتیم باید بخونیم؟ نه ببینید تفیلت در درخ هم باید، اگه با هواپیما داریم مسافرت میکنین بهترین وقت وقتی که هواپیما هنوز تیک‌آف نکرده رو تارمک داره میره، اون وقت بهترین وقت، چون این راه هوایی روش بحثه. ولی واسه این روششوه بنده میگفت که چیز بکنم وقتی هواپیما میخواد تیک‌آف بکنه اون وقت بگیر. اگه دارم مسافرت داره با چیز با ماشین داره میره، وقتی که از حدود صغور شهر خارج شدن رایت اون وقت باید بگن، تو وقتی تو شهر هستن نمیگن. سو اگه گفتن 10-15 دقیقه منظورش اینه که وقتی دارم دیگه از فریوی دیگه اینا مثلا نمیرم، اگه دارم مثلا داره میخواد بره مثلا ساندو باربارا مثلا، سو اونجا هم بعد مثلا تا طرفای ملی بود خیلی چیز برین دیگه اصلا تو شهر، وقتی از شهر خارج میشه اون وقت. سو تفیلت ها درخ بود. امروز یک صحبت جالبی تو کنیسا شیر کردیم که ببینید تو گمارا مسیخت روش هاشونا میفرماید که دتانیه های رابی مهیر اومر شنیم شالو لمیتا و خلیان شابه، دور از همه، دور از همه دو نفر بستری میشن و دوتایشون یک مریضی دارن، دور از همه. بخن شنیم شالو لگردوم لیدون و دینان شابه، دو نفر گردوم میشه میبرنشون پای چوبه دار و دو نفریشون هم محکوم به اعدام هستن. زه یارد و زه لا یارد، زه نیتسل و زه لا نیتسل، سر تخت و خوابه یک کدومشون از تخت و خواب میاد پایین سلامتیشو باز میابه، اون یکی باز نمیابه دور از همه. سر چوبه دار یک کدومشون به سلام نجات پیدا میکنه، نجات پیدا میکنه. چه عجب میپنه ما زه یارد و زه لو یارد، زه نیتسل و زه لو نیتسل. میگه زهید پلل و نعنا،
زید پد یکدومشون تفیلا خونده و تفیلاش قبول شده، اون یکی تفیلا خونده و تفیلاش قبول نشده. حالا چه عجب تفیلا یکی قبول شده تفیلا یکی قبول نشده، دوتاشون تفیلا خوندن، هر دو نفر پای چوبه دار تفیلا خوندن، هر دو نفر دور از همه مریض بودن تفیلا خوندن، چرا تفیلا این قبول شده اون نشده؟ سورابی بیر میگه که زید پلل تفیلا شلما نه نه، میگه اون کس که تفیلای کامل خونده اجابت شده و زلوید بلد تفیلای شلما بلا نه نه، اون یکی که تفیلای کامل نخونده اجابت نشده. حالا what is پس بعد این تفیلا شلما یعنی چی؟ right this is it، دوتایشون تفیلا خوندن یعنی چی تفیلا شلما؟ رشی میگه که نیتکوه میگه با کبانه. حالا could you imagine یک کسی پای چوبه دار وایساده وقتی تفیلا میخونه این داره تفیلا، یک ممکنه اصلا کافره که تفیلا نمیخونه ولی این داره میگه دوشو تفیلا خوندن، پس اگه تفیلا خوندن یعنی این ممکنه که تفیلا با کبانا نبوده؟ How could it be؟ پای چوبه داره، حلقه تناب دار داره گردنشه، یه از این کبانای بالاتر؟ So how do you understand this؟ متوجه میشین یعنی چی؟ یعنی رشی میگه این کوانه بس این کوانه نبس. سور بای الیا لوپیان he says an unbelievable thing، میگه ببین منظور رشی اینه که یک کدومشون به قدرت تفیلا ایمان داشته اون یکی ایمان نداشته. یعنی داریم چی یاد میگیریم؟ واسه اینکه تفیلای قبول میشه که آدم به قدرت تفیلا اعتقاد داره، کسی که به قدرت تفیلا اعتقاد نداره بازم موز میگیره واسه تفیلا خونده ولی برجنو اون تفیلا نیست. If a person doesn't believe که جدن این آدم های دازم اوکی همچه که دم اینم مسواک میزنه صبح تفیلا هم میخونه مسواک نزدم تیلیم نخوندم امروز right؟ آدم اینجای عادت میکنه به مثلا تفیلا خوندنه ولی آدم باید یعنی این چیز باید بشه که it has to be It's unbelievable که مرا دوتاشون تفیلا خوندن تفیلا این قبول شده و نشده. چرا؟ این آدم ممکنه پای چوبه دارم باشه و تفیلا هم بخونه ولی ایفی الان نمیدونم کجدی کی گفته تفیلا الان کجا میره بالا قبول میشه قبول نمیشه، کسی که وشی واشی باشه it's not gonna work. الان هنوزم ما چند تا کلاس داشتیم که خیلی وقت هست تفیلا ممکنه قبول نشه، خیلی توش هست، چیزایی توش هست، چند جلسه داشتیم ولی اصولا اگر کسی به قدرت تفیلا اعتقاد نداره داره pretty much I don't want to say totally ولی داره is wasting his time. تفیلایی که قبول میشه تفیلایی که آدم باید به چیزش اعتقاد داشته و اگر آدم اعتقاد نداشته باشه وشی باشی باشه it's not gonna help, it's not gonna work. یادتونه این دفعه اصلا تعریف کردم که در زمان الشیخ حقادوش در زمان الشیخ حقادوش یه آدم اسرائیل خیلی ساده سختکاری بود، هیچی نه تلمید آخام هیچی very simple simple که دفع الشیخ حقادوش رجوع به بیتاخون رجوع به توکل به هشم داراش میکنه میگه ببین میگه بشونم میگه میگه واسه ماها نیست ولی میگه ببین یک کس که توکل به هشم داشته باشه حقادوش برخو از آسمون هم واسه چیز میفرسته پرنسا میفرسته اینجوری میگه میگه البته باید بینید واسه خیلی آدم هایی که بیتاخونه خیلی توکل مثل رابی یوسف خمیزوان رفت همیشه میگم یه دفعه دودشه بیرونم تو خونه داشته چیز میگم خانمش میگه شوهر عزیزم حتی یه نور خوش کن میگه ندارم به تو دم بخوری میگه اینقدر وضع خرابه که بارشو میبنده تو ایر عتیقه تو میره از خونه بیرون چند قدم میره یه سکه طلا نمیدونم ناپلئون پیدا میکنه میده به خانمش برمیگرده سر گمارش واسه این مثل مان بعضی ها خوب 1 کیلومتر برن مان بگیرن بعضی در خونه شون میمن ولی ایسی میگه که اینجوری میگه الشیخ حقادوش میگه کسی که جدن توکل 100% ببشونم میگه این واسه ما نیست این واسه خیلی آدم های استثنائیه. یه گفتم یه اسرائیل نشسته بود روز شبات داراش رو الشیخ حقادوش یه آدم خیلی سخت کاری که میرفته نمیدونم گچ از یه معدنی نمیدونم تو کوه میکنده میمده میفروخته این حرف الشیخ حقادوش رو میفهمه میگه اوکی that's it. یک شنبه به جنگ بره سر کار
میشینه تو خونه تو صفت تهیلیم و نمیدونم تورا میخونه، خانمش میگه راو گفته و that's it. من هیچ کاری چیز یه روز دو روز سه روز nothing چیز ندارن. حالا این خانمش میگه نه بابا این شوهره مثل که حساب مغزش رو شستن چیز میکنه. بعد از یکی دو هفته میگه خب اگه اینجوری این علاقه رو تو که یه علاقه داشتن خب دو علاقه رو بشترمونم یونجوق غذا بدن و کارم که دیگه نمیکرد. میگه بس برو بفروش بیزنس. اینم میره علاقه رو میفروشتش، علاقه و بیزنسش رو میفروشه به یه عرب، اش میفروشه که دیگه بره اینا. میگه نه من نشم میرسونم، نشم میرسونم. بعد از نمیدونم دو سه هفته میرم یه روز میبینه علاقه برگشته در خونش داره عرعر میکنه، میره بیرون میبینه آره میگه علاقه همجوری پر چیز و ایناست و برمیگرد میگه چی من اینو فروختم، این علاقه من واسه چی؟ برمیگرد میره تو معدنه میبینه توی معدنه سنگ معدنه ریزش کرده بوده، عربه مرده و اصلا هیچ کما نداره، تمام شده رفت. بعد علاقه هم دیدی کسی چیزی نیست، اومده در خونه صاحبش میاد چی داره برمیداره میبینه پر سکه های طلاست. معلوم میشه که این عربه رفته بود اونجا میبینم داشته چیز میکرده، این گنجه رو پیدا کرده قشنگ پر کرده بود روش هم بخورده گچ اونها چیز کرده و این ریزش کرده و دستید همه جای شهر میپیچه که آه این فلانی نمیدونم ابراهیم ملچ اسمش بوده به چه چیزی رسیده. این همه حالا تلمیده های الشیخ قادوش میان میگن یعنی چی؟ تو ما انقدر سال میایم سر شیورت سر کلاس ها راجع به بیتاخون ما صحبت میکنی، هشم واسه هیچ کدوم از ما همچی موجوداتی نکرد، چجرم واسه این چیز کرد what going on؟ الشیخ قادوش میگه ببین آدم وقتی میخواد یه میخا بکوبه دیدین حالا معمولا شوهراتون هم میخ میزنن به دیواره، همین شاید یه خانم هم میزنن دست به چکششون خوب شده. میگه بخواد هم یه میخ بزنه تو دیوار دیدین مثلا اگه مثلا میخه رو بذاره یواشکی نازش میکنه یه نازی این ور نازی اون ور میخه هیچ وقت تو دیوار نمیره، اگه یه چکش رو یکی محکم بزنی دستید با ویشی واشی صد گونه ورک میگه اینم همینه. شو همین سر کلاس گفتیم بیتاخون امونا doesn't work. این یه دفعه اومد یه چکش بوم واسه این this is what happened. تفیلا هم همینه، یکی از من تفیلا میخونه ولی وشی واشیه، تفیلا میخونه وشی آره نه right. یکی از که نه امونا داره I believe I'm talking to اقادوش برو خوب that's what دیگه ما رو در بیمه اینو داره میگه. این دو نفر اون کسی که دوتون تفیلا خوندن چون یکی از تخت خواب اومد پایین یکی نیومد، این که تفیلا خونده جدن he believes in it he believes that اینو جدن دست عقلش بارو خود this اینو اون یکیه وشی واشی doesn't work. فقط اینو بنده تو کلیسا گفتم یکی از بچه ها گفت که شنیده بود که بودم کجا خونده بود که دور از همه تو هولوکاست گفت تو هولوکاست میان اینو چند تا اینو میگیرم مثلا اینا رو میبرن چون کانسنتریشن کمپا یک کدومشون بوده خیلی امونا داشت یک تفیلا میخونه من نجات بده اون یکی تفیلا نمیخونه این چی تفیلا چه فایده داره سو میبرنشون چیز میبرنشون تو چیز تو گاز چمبرز میبرن اونجا دیگه میگه هنوز هم داری تفیلا میخونی میگه آره تا چه دفعه دره رو باز میکنه این که تفیلا میخونه رو بهش میگه تو بیا بیرون I'm just telling you over what اینا میگفت من ماش میگفت ها شنیده بودین شما عادت داشته همیشه میگفت یشوعت هاشم تیره پای من ماش گفت that's what happens یعنی آخرین لحظه اینو میارنش بیرون و he makes it and he survives the whole war so you see و ببینین اینا جدا اینه که میگم این چکشه تو موارد دیگه هم هست ببینین there is an unbelievable Rambam تو یک کتاب داره اسم موره نبوخیم یعنی راهنمای سرگشتگان یعنی فکر کنم به انگلیسیش a guide for perplexed. Rambam این خیلی از کتاباشو به عبری من کتاباش اکثرش به عبریه اینه به عربی نوشته چرا؟ چون تو اون دوره خیلی از جوانای اسرائیل داشتن دنبال فلسفه‌ای اسپانیا و اینا کشیده می‌شدن so he wrote a philosophical book
به اسم همین Guide for Perplexed، راهنمای سرگشتگان. و در اونجا این نکته خیلی جالبه میگه. رمبان میگه که من اتفاقا کتاب چیز شموز دیدم. رایت که رمبان میگه که ما ناویای مختلف داشتیم. بیایید یاد اسمتون مفتم اینه یعنی اگه فای سری توی اکسیوزمی رمبان میگه که ما ناویای مختلف داریم. بعضی از ناویا مثل مشابهان علا باشالوم های استبل اف نبوا که نه تنها مفعول نبوت بودن بلکه میتونستن انیشیت میکنن. هر وقت بخواستن میتونستن باشه حرف بزنن. مشابهان علا باشالوم تنها آدمیزاد بود که هر وقت اراده میکرد میتونست باشه حرف بزن. بعد تو طورا میبینیم چند دفعه سواله که بشوین سب کاری از اشم بپرسم. همونجا رشی میگه اشره لود ایشان میگه خوشا به حال آدمیزادی که به همچین درجه رسیده که میتونه بگه میخواد به هاشم حرف بزنه نبوت بگه. بعضی ناوی ها اینجوری بودن and that's how they were transformed. ولی بعضی از ناوی ها هستن مثلا خوقوق میخا خیلی ناوی ها هستن که یه دونه پروفسی بیشتر نداشتن. They had a short prophecy. ولی با همین short prophecy اینا ناوی شدن. زندگیشون از این رو به اون شد. سو یعنی رمبام چی میخواد بگه؟ میگه آدم تو زندگیش هم همینه. آدم بعضی وقتا ممکنه مثلا روز کیپور یه اینسپیریشن بگیره از این رو به اون رو بشه. ممکنه مثلا یه شعور بفهمه، یه دوور تورا بفهمه. It could be one short thing. مثلا از زندگیش از این رو به اون رو بشه. ناوی متوجه هستین؟ ناوی ها مختلف داریم. Some are totally constant immersed تو نبوت. یکی از ببینیم که رمبام میگه که چی مثلا چی میمونه؟ مثل میگه مثلا یه نفر توی جنگل گم شده. گم شده اصلا نمیده کجا داره میره، تاریک، اصلا nothing you can't see anything. وفی شون که بارون اومدن تو گل و اینا اصلا دیگه تفیلا میخونه میگه هرشه من نجات بده. یه دفعه حقادش برخون یک رعد و برق میفرسته. It could be a few seconds. وقتی رعد و برق میاد همه جا رو جنگل رو روشن میکنه. آه he sees یاد میبینه آه that's the way to get out of here. Right. این رعد و برقه شاید چند ثانیه بیشتر نبوده ولی what does it do? It illuminates تمام راه و سرش روشن میکنه. همینطور هم آدم تو زندگیشه. آدم لازه کسی که بلچو هست باشون صحبت بکنه میبینی what caused it؟ یا بعضی هستن ره اصلا بچگی بزرگ شدن تو راه تو راه میتسود fine. ولی بعضی هستن که مثلا یه اینا the reason you know, to therapy هم میگن the reason یه چی میگن moment یه momenti هست که میرسه که یه فلم چشمش باز میشه. It could be you must see صاعقه است. It's like a lightning. It's a few seconds. ولی چیکار میکنه؟ آدم نگاه میکنه تو این به سر جنگلی که گم شده یه دفعه راهشو پیدا میکنه. He sees you know, yeah, there's a moment of clarity. I mean this is emet in and that's where I want to go. So this is the same thing. Tefillah is the same thing. You know, آدم اینه آدم میتونه وشی واشی باشه یا میتونه چی باشه که اینا you believe in it. ربی میره در تو گمارا میگه این دو نفر مریضن خود دور از همه. اون کسی که میبینی که ربی میر داره میگه این که میبینی که بلند شد دوتاشون هم تفیلا خوندن ولی هر گردی گردونی زد تفیلا هم تفیلا نیست. یکی از شرایط اصلی تفیلا این امونه هست، این ایمانی که من دارم با هشم حرف میزنم and هشم اینا cares about me right and he listens to me. I can't من همجوری statistics نیستم. مثل میگن کنر به کرون توی کس که دوباش میاره میگه یه نفر I'm sure you have heard it. میگه یه نفر میبینه یه بیار کنار ساحل میبینه یه بچه کوچیک وایساده داره میبینم داره یه پرچم کوچولو تکون میده. یه میگه بچه فرزندم چیکار داری میکنی؟ میگه اون کشتی رو میبینی؟ کشتی بزرگ بود، کشتی اقیانوس پیما اون طرف هم چند مال اون طرف داره تو اقیانوس داره میره. میگه من دارم واسه کاپیتان این کشتی دارم پرچم تکون میدم. میگه بعد تو کجا اون کجا؟ تو ببین کاپیتان اصلا هیچ کاری نداره که فقط نگاش به اینجا باشه. چی کار داری میکنی؟ بیا بریم. بچه میگه نه این پدرمه. میگه کاپیتان کشتیه پدرمه، این منتظر منی که پرچم اینجا نکون تو تکون میدم. میگه پدرت that's different. اینجا ببینید عقدش برو خوب کاپیتانی کشتی است یه از اینا چه ذره داره ولی ببینید این ما بچه‌ش هستیم. ما بچه بگیم من کنه واسیدم تو سال دارم این پرچم تکون میدم ولی آره اگه پدر نبود then you're right. ابلهانه است اینجوری فکر کردن.
کردن ابلهانه است. داره اون اصلا حواسش تو باید یک کشتی اقیانوس پیمایه نمیدونم نوکلیر فلان هزار جور کنترلر رو نگاه بکنه، همین فقط مونده که بیاد نگاه کنه ببینه یه بچه کوچولو داره واسش پرچم دشونه. نه، اگه این پدره و منتظر بچه‌ش، بچه‌ش قرار گذاشته right. تو فلان روز من دارم پرچم تکون بده I'm gonna watch out for you so then it makes sense. اینجا هم اقا دوش برخور رابطهش بمون دقیقا همینه، آفین و آب رحمان خداوند پدر ماست و منتظر همین پرچم تکون دادن ماست. فکر نکنیم تفیلای ما اینا it's not. اینا تورا میگه، میگه هیچ قومی به خلق قرآن اولا می مشابه بسیارا میگه، میگه بدونید هیچ کسی میشون مثل شما اسرائیلا به هشم قد نزدیک نیست. به خودش خوب به خلق قرآن و علاوه نوشته قارو هشم لخلق قرآن تو چیز چیز اشتاشو چی میخونیم؟ قارو هشم لخلق قرآن هشریق راو به امت را اون کسی که جدن به امت تفیلا می نموزد این یاد به همه اون تفیلا می کنیم که که نخونه رای. ولی بعضی همینجوری بدونیم اوکی یه چیزی برغور می کنیم اوکی فاین، ولی the question is داریم چکوشه رو میزنیم یا بشی باشی فاین. این راجبه تفیلا بود، بریم سر تهیلیم. سه شنبه آینده ان شاء الله موعد شیواسار به تموزه، اگه موعد نشود تعنیت حالا دیگه ان شاء الله موعد میشه ازش. موعد تعنیت واجبه برای کسی که میتونه از نظر مزاجی تعنیت، یعنی دوشنبه شب تا دیر وقت میتونیم غذا بخوریم، فقط از یعنی از قبل از نیم ساعت قبل از چیز شروع میشه طلوع فجر. و میدونیم یکی از عللی که تنیتا میگیریم به خاطر اینکه این چه روزی بود که مشابه نالا و شلوم از هر سینه اومد پایین و لوخوتا شکست. و رمبان میفرماید که میگه ما تنیت که میگیریم فقط برای یاد بوده اون روزا نیست. رمبان میفرماید اگه ما تنیت میگیریم هنوز اون مسائلی که اون وقت بود برای ما هم هست. شما چه الان مسئله‌ای داریم که چیکار به لوخوت داره؟ لوخوت انقدر سال پیش تقصیر ما نیست، لوخوت شکست. چرا ما باید تعنیت بگیریم؟ ما که اونجا نبودیم. چرا ما تعنیت بگیریم برای لوخوت؟ هنوز عبودازارا هست. هنوز عبودازارا هست. گود، عبودازارا هست. ما هنوز حالا به جای عبودازارا بالا قدم میگیم ما پول میپرستیم. عبودازارا ما پول شده. ها؟ عبودازارا یعنی چی؟ بت پرستی. ولی یه پشت دیگه هم که رافرش می نیتس بیوتیفول رافرش میفرماید علت که ما تعنیت گیریم حالا این 3323 سال پیش رایت لوخوت شکست، چون رافش میفرماید که لوخوت به منزله اسرائیلا بود. حالا اون چیزش فلسفهش خیلی عمیقه، ولی میگه که لوخوت یکی از خواصش این بود که از هر طرف که نگاه میکردی ده فرمان میدید رایت به something miraculous که از هر بعدی که نگاه میکردن ده فرمان روی این سنگا میدیدن و این شکست. رافرش میگه که یک اسرائیل هم باید از هر بعدی که بهش نگاه میکنن ده فرمان رو ببینن، نه فقط بیاد تو کلیسا دولا راست بشه، تو خونم باید همون ده فرمان باشه، سر کارم باید همون ده فرمان باشه، تو تمام محیطا باید از هر بعدی که به این آدم نگاه میکنن انسانیتش رو ببینن، نمیتونه فقط یک بودی باشه. میگه اون لوخوت شکسته، یعنی متاسفانه ما الان ما اسرائیل یک بودمون شاید مذهبی باشه به کش اونم به سختی، ولی از هر بودی که نگاه میکنن باید این انسان نمونه رو ببینن. bottom line آدمیزاد باید آدم باشه، آدمیزاد باید آدم باشه. نمیشه مسافرت کرد تو این چند وقته، چه کاری مجازه کردم نه ببینید از الان که هیچ مسئله نیست، از سه شنبه دیگه ما فقط آواز میره دستید آواز میره از مجنون نمی کنیم، ولی مسافرت بلا مانه هست مسافرت تا روش خودش آو اشکالی نداره تا اول ماه آو مخبر میگه اصلا هفته آو امسال هم که سه شنبه هست it's very short week، ولی اسرائیل رفتن حتی روز نویه هم میشه. کسی خود داره اسرائیل نبره ایلت برونزه بشه، کسی خود داره زیارت میخواد واسه میتسوا واسه چیز بره اسرائیل حتی روز نوحی هم میشه میتونه مسافرت بکنه. نه باید تو نوحی واسه میلا کانون میشه خان موزیک دار؟ بله گوشتم میشه خود؟
بله شادی. من این دفعه من تو دیل نیوجرسی بودم قبل که بیام اینجا. I almost had a good job there. خیلی وقت میگم هر کاش جوبر گرفته بودم. Then it was no fundraising, nothing, just teaching بینید بزه اسرائیل و سوریه. و در راه شهر باید دو ایک وسرش دوغلو شد هفته تیشا به آل دو بخورا پسر بود یه پسر و دختر. همون افمه یادم پیامنتار هم آورد از بروکلین بند و همه چی یوج یوج بریت میلا هفته تیشا به آل. اگه بریت میلا باشه هیچ چشکاری نداره. من هیچ روز تیشا به آل تحنیتو میگیرم. اگه روز تیشا به آل بریت میلا باشه بعد یا اینم نچشیدم فقط بلا خورد. نه میدن بچه کسی بخوره رایت سودوشو میذارن بعد از تحنیت. ولی این هفته ای تیشا به آل داریم. هفته تیشا به آل گوشت هم میخوره مثلا میگستم تو اینو مثلا امسال یک شنبه دوشنبه اگه بریت میلا باشه as usual گوشت هم سرو میکنن روزی کم میشه یا ولی روز نهی نمیشه. روز نهی نه روز نهی میلا میکنن ولی تحنید سعوداش و اینا رو بعد از نهی میگیرن یعنی متصاعی بعد از که تحنید برخوا شد. خب بریم این کلاس تعلیم ناسلامتی ولی it's all the same. اینه همهش راجعه بگفتیم بارها تو تورا هشم با ما صحبت میکنه تو تعلیم ما با هشم صحبت میکنیم یاد میگیریم چجوری با هشم صحبت کنیم با امونا و بیتاخون. سو این خط 78-24 78-24 و یمتر علیهم من لیخول و دگن شمایم نتن لام. باز امروزم راجب من صحبت میکنیم وقتی سرات امیدوار بودن. حالا جالبه میگه و یمتر علیهم پس دو مرتبه 78 انخت پسوخ کفتالت و یمتر علیهم من لأخول و دگن شمایم نتن لام. هوا دوش برخو براشون بارون بارونید مطر ببری میشه بارون تن تل مطر لی برخام. سو و یمتر علیهم من لأخول هوا دوش برخو برای اسرائیل ها تو این 40 سال 38 سال در ایران چیکار کرد و برون باروند من برای خوردن و دگن شمایم نتن لامو و کرپس دگن میگن قلات هایست قلات آسمانی بهشون داد. میگن جالبه که میگن که اینجا دوتا چیز گفته من لأخول و دگن شمایم نتن لامو. اولا مفارشیم توضیح میدن اینجا میگن که واسه بعضی ها که میدونین فنسی نبودن چیکار میکردن همون مانه رو همینجوری میخوردنش. Man was ready to eat and also it was also packaged in a very hygiene way. میدونید مان که میومد it was saran wrapped بود right? زیرش نمیدونم شبنم بود روش شبنم بود پورشنای قشنگ diet portions everything was measured so some بعضی همینجوری میخوردنش that's it و یمتر رو مان لخود. بعضی دیگه نه میخواستن که مثلا مزه این بده فنسی بودن اونا بودن اون وقت مثل دگان شمایم بود مثل میتونستن جدن چیزش بکنن میتونستن پروسسش بکنن میتونستن آردش کنن باش نمیدونم گندی درست کنن این درست کنن اون درست کنن دکل دکل پروسس سو داره میگه و یمتر علیهم من لأخول واسه بعضی ها it was ready to eat و واسه بعضی ها چی بود بعضی ها و اینایی که اتفاقا میگه که اینا که من لأخول بود مخان لأخیلا they don't want to waste time so much time on food و میخواستن یه غذای مقوی چیز نوتریشن بخورن و وقتشون عبادت بود و تورا یاد گرفتن دیگه دیگه ما رو میفرماید که لونی تنا تورا لأخل امان تورا به کی داده شده؟ اخل امان کسی چیه که جدن مثل من قناعت میکنه غذا ما گرفتم you need to put time for it. دیشب اینجا پلیویت خیلی راجع به بتالت وقت و بتالت صحبت کردیم. So if you want you could go on tour on web همه اینه کلاسه از اونجا یه ریپورت بهتون گفتم ریپورت من دادن ما از ششم جون تا ششم جولای تو همین tour on web 2300 خورده هیت از جای مختلف دنیا از پاکستان از کی از پاکستان میره tour on web I don't know ولی از فرانسه، از اسرائیل، ایران و آمریکا که مستش از اونجاست ولی دیدن ایتس امبیلیبل اگه به فارسی بخواهی این چیزه بنده است ولی
به هر زبونی بخواین الان ملعه آرت نبی گفته که بگه مشیخ بیاد مماش ملعه آرت دعه دنیا پر از تورا میشه. It's amazing. کلالاشون همین ویب سایت های مختلف. Anyway, so حیف وقته لون اینو ویم تر الامان لیخول و دگن شمایم نتن لام. So depend این به سر بستگی داشت به درجه روحانی شخص که میخواست من شاید وقت بذاره ببینم حالا پلو خورش درست بکنه یا همون به همون مان به همون جوری که بود قناعت میکرد. فقط یک بحث جالبی هم هست که رو مان براخا میگفتن یا نمیگفتن و اگه میگفتن چه براخا میگفتن. سو سفر خسیدی میگه میگفتن هموطی لخه مین اشامایی حارس نیست از زمین که نمیاد. سفر خسیدیم میگه که میگفتن هموطی لخم این اشامایم. ولی بعضی از خواهیم هستن که میگن چون این معجزه آسا بود روش برخانه میگفتن. Right. So anyway. So هموطی لخم این اشامایم. و so همینطور میفهمین که این که میگه اینجا حرف از دگان میزنه. چون ببینید یک سوالی که مطرح میکنن میگن که تو مشکان تو میدبار وقتی هاشم وقتی مشکان رو ساختن از جمله خوب بود چیکار کنن لخم اپانیم بیارن. لخم اپانیم میدونیم 12 تا نون مخصوص بود که روشورخان رو اون میز قرار میدادن. همینطور خوب بود مناخوت بیارن از آرد و اینا بود از کجا میآوردن؟ طبق یکی از روایات از مانی که میومد و کسی که خواست قربانی بیاره سیو میکرد و مان اینن مثل گندم اینا میشد چیزش کرد میشد آردش کرد. و میگن که تو میدبار یک عقیده هست که میگه که از این دیگن شمایم که میگه یعنی از مان میگرفتن و ازش لخم اپانیم درست میکردن و مناخوت میآوردن. و یمتر علیهم مان لاخول و دیگن شمایم نتن لام و لخم ابیریم لاخل ایش صدا شلخ لهم لسوما. رایت میدیدیم این وقتی که مان مثل اولین دفعه واسه ایسرائیل باری ایسرائیل گفتن نمیدونستن چیه. رایت سو تو تورا چی میگه؟ تو تورا میفرماید که رایت که مشابه میشه گفت که گفت که مان هو گفت این مانه مان هو من نمیدونستم چیه گفتن مانهو. مانهو حالا میگن کلمه این دوتا کلمه مانهو یعنی این مان است حروفش پس و پیش کنین چی میشه؟ میشه امونا. مانهو دقیقا حروف اموناست. چون جدا میدونی یکی از طرقی که آدم امونا به عشق میاره طریق پرناسا آدم اینو you hear so many stories که چطور جدا اینا و گفتم بارات بودن از کردم این کسی که میدین تو بیزنس هستن خیلی بیشتر امونا میارن تا کسی که روی حقوق آدم حقوق بگیر حالا اگه حقوقاش چگاش عقب نباشه میدینه که میاد بسش right? ولی این که میدین این آدمی که میره سر کار و قبض که میدنم در مغازش باز کنه افتش باز بکنه یه خدای با میده خوده تو همه شیسی ایسی ریزالتس اینجا من هو امونا. و البته اینجا این مانی که هشم به ایسرائیل داد داوید همیلخ تو تهیلی بخوندنش لخم ابیریم بهش میگه لخم ابیریم آخل ایش. حالا این گفتنی راجب این خیلی زیاد توی ما راجب صحبت اولا لخم ابیریم میگن که اینجا یه پشت که میدن میگن ابیریم میشه نایس. چی؟ نایس. نه ابیریم منظور ملاخیمه فرشته هاست right. میگن که اینجا یعنی این مان غذای فرشته هاست و میگن مشربن الله باشربن ایش که اینجا میگه ای که میگه منظورش مشربنوه یعنی مشربن همون چه روزی که میگن بالای هر سینای بود اونجا غذای معمولی نداشت right. یک روایتی هست که لخم ابیریم آخر ایش اجا مشربن رو صحبت میکنه که اون به سلام که میگن یک غذای سپیریچوالیه که ابیریم ملاخیم میخورن
رعیت مشابهنا هم اونجا قضاش این بود سودوس میکن. ولی اینا باز خیلی دارشش بکنن. لخم ابیریم از ایواریم هم میاد. میگن که امروزی ایواریم میشه لیمز. یعنی میگن مان کاملا جذب میشد. رعیت تو بدن اسرائیلی. اسرائیلی هیچ احتیاجی هشون بهشون رحم کرده بود که لازم نیست که برن رفع حاجت بکنن. چون اگه بخواستن رفع حاجت بکنن چندین مایل خوب بود برن. تو از اردوی سه بدن بیرون. برای این معجزه با اسرائیل بود تا کی؟ تا وقتی که کفر نعمت کردن. یادتونه؟ شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. وقتی اومدن گفتن لخ مقلوقر، گفتن این چیه این غذایه؟ این غذایه چیه؟ اصلا ترسی مثلا باد کنیم این. وقتی لاشون را گفتن راجع به چیز؟ وقتی شکر نعمت نکردن، کفر نعمت کردن، از کفت بیرون کنند. از اون وقت به بعد دیگه لازم بود هر کس که کفر چیز کرده بود خول بره توالت. ولی تا قبل از اون لخم ابیرین یعنی لخم اواریم، یعنی لخمه چی میشد؟ این غذایه جذب میشد توی ایواریم، توی لیمز، توی بدن. احتیاج به دفع نبود. لخم ابیریم اخل ایش و حالش برو خوب. همین غذایی که به ملاخی چیز سپیریچول ملاخیمه و گفتیم یک روایت ایش هم منظور چیه؟ مشربنو که مشربنو هم به سلام 40 روز ازش نوتریشن گرفته بود. اینا داد واسه اسرائیل صدا شلخ لهم، یعنی خودش میکنه به عنوان صدا، به عنوان رزق و روزی فرستاد واسه اسرائیل و صبح که اینها جدن به سیریو و فور که دیدنات این 40 سال دیدنات هف اینی پرابلم چیز قحطی و اینا قضا به صورت کامل داشتن. حالا زهر خداش، زهر خداش میفرماید که خیلی جالبه. میگه ببین ملخه اشارت اخلیم بیقلوشا و تهراب نقیوت. میگه ملخه اشارت اینا میدونه این غذا خوردنشون ملکوتیه، ملاخ هستن، با طهارت با نظافت غذا میخورن. و میگه ما باید از اونا یاد بگیریم، ما هم از بعد یاد بگیریم غذا خوردن هم که غذا خوردن باید یک از یک چیز حیوانی الیویتش کنیم به یک چیز سپیریچوال مثل ملاخی. چجوری میدونین؟ آدم اینو باید نتیلا بگیریم، نتیلای اول، نتیلای دوم، right? We need to چکار بکنیم که اینجا به سلام ملاخیم الگوی ما بشن. لخم ابیریم اخل ایش، right? که زوهر خداش میفرماید که شمش ملاخه اشارت اخلیم بقدوشا و تهارا و بنقیوت و همینطور هم با نقیوت، با تمیزی، با نظافت. تو که برای میفرماید یک یه آدم بنتورا تعمید آخامی که لکه نمیدونم چربی رو لباسش باشه خیلی شده بد رجبش میگه. باید با نظافت، باید با نظافت باشه مثل ملاخیم. یعنی ازش موسار یاد میگیرن. مایم شونی، مایم اخرونیم نتیلا گرفتن قبل از اون که دم نون میخوره، قبل از که بخواد به برکت آمازون بگه باید میدینیم باید انگوشتش بشوره که باید تمیز باشه، right. میگه مثل ملاخیم. ملبیم میفرماید که لخلق لخم، یه واسه بعضی هاشون این فقط لخم بود. یه توازه دوال سیستم، یعنی بستگی داشت جدن به لول روحانیت شخص. بعضی از اسرائیل ها مانی که میخوردن این نون معمولی بود و بعضی ها مثل ابیریم، بعضی ها مثل ملاخیم، right. که they were like, you know, they appreciated and they have that به سرم چیز سپیریچوالش داشتن. So that's why it's لخم and it's ابیریم. واسه بعضی ها لخم بود، واسه بعضی ها ابیریم بود، به سر اون غذای ملکوتی بود. سو اینجا ایسور خمشو لویتس یک چیز جالبی دارم راجع به این لخم ابیریم. چون تو گمارا میفرماید که لخم ابیریم که اینجا میگه زی هوشوع، یعنی پشات گفتیم که ایشکیه مشه ربنوه که مشه ربنوه هم بالای کوکه بود مان خورد. ولی تو گمارا یک عقیده دیگه هم هست که میگن که وقتی جوده بودم ملخ میگه لخم ابیریم اخل ایش راجب تلمید مشربن راجب یهوشوع صحبت میکنه. And there is something for us to learn from what ابخم شموله میتسه. میگه میفرمیان که زه یهوشوع شیارد لو من کنگت کل اسرائیل.
در یک موقعیتی برای یهوشوع جدا مان اومد از همه اسرائیل هم. کی؟ شعالای مشد تخومه هار. میدونیم یهوشوع با مشه رابنو از مشه رابنو جدا نمیشد. مادامی که مشه رابنو در حیات بود، هر جا مشه رابنو میرفت قدم به قدم یهوشوع باش میرفت. و وقتی هم که مشه رابنو خواست بره خودر توره رو بگیره، یهوشوع با مشه رابنو تا بغل کوه رفت، از خارج از اردوی اسرائیل منتظر رابش، منتظر مشه رابنو وایساد. چونست برگرده 40 روزه؟ نه، انقدر he loved مشه رابنو so much که یهوشوع جدا نشد. و توی برای میفهمند شعاله این مشه ات خومه ها هر شد من نمیشه و یقوم مشه و یهوشوع میشارتو و یل مشه هر های الهیم تو توره میگه مشه و یهوشوع با هم دیگه رفتن و اونجا پای کوی رسیدن، مشه رو رفت بالا و همتین رو یهوشوع شام کل 40 یوم 40 روز یهوشوع پایین منتظر بود که راوش برگرد. و نوشته بگیدیم و ایشمع یهوشع تا مشابه رو اومد برگشت، همین چی واسه به تموزه دیگه که هفته سازش کردیم هفته دیگه سه‌شنبه که وقتی مشابه رو اومد یهوشع گفت استاد من صدای همهمه و چیز میشنوم تو اینو که دیسه رفتن، یعنی یهوشع بین اینا نبود که داشتن گوتگوسا رو میپرستن، یهوشع اونجا نبود. سو حالا یهوشع اینجا داوید الملک میگه که خب یهوشع این 40 روز از کجا غذا خورد؟ میگه حقادش برو خوب من واسه اسرائیلا جدا فرستاد، واسه یهوشوع جدا فرستاد. حالا اینجا چیزی جالبه رایت میفرماین که میگن اینجا از زخویوت یهوشوع کم شد. اسرائیلا چون با جماعت بود، همه با هم دیگه بودن، اینا به زخویوت جماعت ما نگرفتن، ولی یهوشوع اصلا واسه نیروکل علاعده کرد و اینجا تو میدراش میگه که از زخویوتش کم شد که اینجا واسه معجزه علاعده کرد. خب شما نیست دیگه که ما از این داستان دو چیز یاد میگیریم. اولا آدم باید همیشه با جماعت باشه، خودش از جماعت دور نکنه چون زخوت جماعت خیلی زیاده. واسه همین میدونین آدم یا میتونه اگه آدم یاخیدیت فیلا میخونه هر کلمهشو میذارن زیر ذره بین ببینن که داره با کوانا میخونه یا نه، ولی وقتی میاد با جماعت کنیسا با جماعت کنت فیلا میخونه، نه که بیاد حرف بزنه تو کنیسا خاصم خریدن. کسی که میاد با کنیسا با جماعت میخونه اون وقت دیگه مطلب خشخاش رو میذاره. مطلب خشخاش رو میذاره. کوانش هم 100% باشه میره بالا. این زخود جماعت. نوشته هنکل کبیر لای ماس. زخود تفیلای جماعتی اینه. کسی که تنهایی میخونه خیلی باید صدیه باشه. چون کسی تنهایی میخونه هر کلمه رو میدن با کوانا بوده یا بدون کوانا. خانما مجبور نیستن. به خصوص اگه خانم ها میان کلیسه حرف میزنن اصلا بهتره نیان کلیسه. ولی نه خانمی که میاد کلیسه و با جماعت میخونه اونم زخود داره. خانم ها به نیان احتیاج ندارن. Yes. ولی مجبور نیستن. مجبور نیستن به هیچ وجه. ولی حیف زخود جماعتی که اگه آدم میره کلیسه هایی که جدن میان خانم ها تفیلا میخونن با کبانه حرف میزنن روش و رای نیست زخود تفیلا جماعتی خیلی زیاده. So that's what we see. اینجا چون یهوشوع خودش از جماعت جدا کرده واسه میتسوه کرده، ولی اوکی okay, doesn't make a difference. You separated yourself from از جماعت خودش جدا کرده واسه این، یعنی از خودش کم شد وقتی هاشم واسهش معجزه کرد و مقابل اسرائیل بهش چیز داد بهش ماندن. ولی یه چیز دیگه هم جا یاد میگیریم که چی؟ که نگاه میکنیم بیمیم که یهوشوع ببینید چه دیدیکیشنی داشت که میدینید به یهوشوع نمیرس که هاشم واسهش معجزه میکنه. گفت I'm not going mad. راب با تنها چیز نمیذارم. انقدر یه واسه کنکت موشه را بینو هیده ناشه بزگونه میرکل میخوایم شولیت میفرماید که چی؟ اد کم ما خیاب آدم لهیده بکل را با که آدم یهوشوع یا درش یه رد لومان که نگید کل اسرائیل وقتی رفت تو بیابون با موشه را بینو از همه چیز اردوی سر دور شد رفت پاله کوسینا که هیچی نداشت رد ولی he said اینا I don't care I'm not gonna separate from my rabbi. یا این طریقه که اینا که باید اون و میدونیم اینجور اشخاص وقتی دارم میدونیم همچین مثلا چیزی داره میدخل این صحبت شد که نیسا کرد. ببینین تو ایران یادتونه تو ایران یادش بخیر وقتی اتوبوس تو خیابون میرفت خیلی وقتی کسی با دوچرخه دستشون میگه پشت اتوبوسه با اتوبوسه میرفتن نه رکاب بزده نه هیچ
اینجا میگن که میگن کسی که میدونیم مثلا با این صدرین با گدوله اسرائیل خودش دو چرخه داره، ولی وقتی داره با اتوبوس داره دستش میگیره به اتوبوس با سرعت اتوبوس میره ز خود اتوبوس میره جلو. اینجا هم یهوشوع that was the connection that he had with Moshe Rabbeinu. ولی یه چیزی که میبینیم جدا از خود جماعت کجا هست، از خود جماعتی که اینا جدا جماعت کاهل قدوش قدوش هستن، مثل حکایت چیز هست دیگه یادتونه، مثل معلمه که میاد یه ساب میاد امتحان بگیره رایت، یه معلمه خودش مریض بوده ساب میفرست که از بچه ها امتحان بگیره، بهشون هم بگه بهش میگه ببین درست یک ساعت به اینا بیشتر وقت نده، یکی از چیزه امتحان اینه که باید اینا سر ساعت تموم کنن، میاد و سر ساعت بگیره یه رو مونده ازش بگیره تایم اپ، همه میاد و برقا رو میدن و تشکر میکنن میرن، یه نفر اونجا اون پشتانش هنوز داره میمیسه میگه الو وقت گذشتان اکنت از این قبول نمی کنم، داره می میسه بعد از 10 دقیقه یه رو میاد پیش معلمه سابه میگه تو منو میشناسی؟ میگه نه. میدونی خانواده من هیچی از منشون، من میاد تو رو از کجا میشناسم؟ این هم یه ستک چیزا اونجا هست، ورقش رو میگه میگه وسط ورقا میگه بای بای بر خوردم، میگه رو برای پیدا کن نمیتونی پیداش بکنه دیگه، دست بر خورده دیگه تموم شده رفت. اینجا هم تفیلای جماعتی هم همینه، آدم اگه کواناش هم 100 درصد بشه بر میخوره با همه تفیلا میره یروشلایم بود درگاه هوا بش بره خوب که انشالله هم تفیلا همو به شرطی که we believe in it if you don't believe in کوه خف تفیلا اوکی. هفته دیگه کلاس داره، امروز بعد از سنیته اوکی ما تا وقتی که اینجا عصر باشه کلاس هست، ما فقط روز بعد از نوی کلاس نیست.